سلام به دوستان مهربون خودم. خب بچه ها، امروز میخوام بهتون یقه مردونی پای جدا رو آموزش بدم، الگوش رو. و من ابتدا میام روی یه دونه کاغذ یلا الگو رو میکشم، ولی شما میتونید قسمتی رو که من دارم انجام میدم رو شما از لبه سمت چپتون روی دولای بسته کاغذ باشه، کاغذ الگوتون باشه. خب ابتدا من میام یه خطی میکشم به اندازه 1/2 دور یقه لباس دوخته شدمون. خب به این صورت خطم رو میکشم از قسمت چپ و از قسمت راست خطم 5 سانت بالا میرم. این زاویه حتما باید به صورت قائمه باشه، هم سمت چپ 5 سانت بالا میرم و هم سمت راست. شما برای اینکه کارتون راحت تر باشه میتونید از یک خطکش گونیا استفاده بکنید. خب بچه ها، حالا این خطی که کشیدیم، خط افقیمون رو که 1/2 دور یقه هست، میایم به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. خب بچه ها، تا اینجا که اومدین آموزش رو داریم میبینین، لایک بکنید آموزش رو و سابسکرایب کنید و کلی انرژی به هم بدید، ممنون میشم ازتون. خب بچه ها، به این صورت من این خط 1/2 دور یقه رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کردم، زاویه‌مون هم که قائم است. حالا از سمت چپ روی خط 5 سانتم 3 سانت بالا میرم و از خط 5 سانت سمت راستم 2 سانت بالا میرم. حالا من میام از قسمت 2 سانت سمت راستم به صورت هلال وصل میکنم به اولین 1/3 از قسمت چپ. به این صورت من میام از خطکشای پیستوله استفاده میکنم که انحنای زیباتری به هم بده، اما شما میتونید بیاید با دست هم هلال بکنید. میتونید مثلا اول با مداد بکشید، بعد اگر که دوست داشتید هلالتون رو پررنگش بکنید. خب حالا بچه ها، میام چه کار میکنیم؟ اندازه 1/3 که من رفتم، خب از سمت چپ رفتم، از قسمت چپ 3 سانت رفتیم بالا دیگه، روی این هم به اندازه همون 1/3 میام داخل، این رو به همون اندازه صاف میام داخل و روی خط انحنایی که کشیدیم به اندازه 3 سانت میرم بالا، که چون میخوام یه انحنای پایه یقم و اون قسمت فرنچی یقم رو بکشم که یک دست رو صاف بشه، چون ارتفاع این کار من 3 سانته، قسمت بالا هم که 3 سانت ازش مونده دیگه. پس من میام این نقاط رو با دوباره با خطکش پیستوله به هم دیگه وصل میکنم، اون قسمت رو میام به صورت انحنا به اون خط راستم که از سمت چپ اومدم وصل میکنم. به این صورت ما از قسمت چپ 5 سانت رفتیم بالا دیگه، 2 سانتش رو رفتم بالا، بعد یه 3 سانت میموند. حالا این دقیقا این قسمت پایه کار من میشه 3 سانت و حالا به اندازه 3 سانت دوباره من این خط رو ادامه میدم برای قسمتی که حالا جا دکمه میخوره و دکمه قرار میگیره. ببینید 3 سانت، اینجا هم 3 سانت. دقت کنیم که این خطها باید در امتداد باشن و با همدیگه موازی باشن، زاویهشون جوری باشه که وقتی ما این دوتا خط رو به هم وصل میکنیم دوباره ارتفاعش رو طولش رو همون 3 سانت بشه. حالا از گوشه به اندازه نیم تا 1 سانت داخل میشم، من اینجا 1/7 اومدم، اندازه میزنم از اون زاویه وسط و اون قسمت هلال این قسمت فرنچ رو من شکل میدم. این قسمت پایه کار من میشه، پایه یقه مردونه من. از اون قسمت بالا، قسمت آزاد کارم، میام وصل میکنم، از اینجا به این قسمت وصل میکنم با خطکش پیستوله دوباره. ببینید از این قسمت برآمدش، این دوتا رو وقتی به هم وصل کنم میشه دوباره یه شروع یقه قسمت برگرد یقه من و این فاصله دور ریز کار من هستش. این قسمت رو ما موقع برش دور میریزیم و حالا به درد ما دیگه نمیخوره. خب بچه ها، از اینجا یعنی از انتهای اون 5 سانت ما به اندازه ارتفاع اون برگرد یقمون بینه 4-5 سانت استانداردشه، که من اینجا 5 سانت میرم بالا که میخوام یه مقدار یقم پهناش بیشتر باشه و نوکش هم تیزتر باشه و
وقتی اینجا رو 5 سانت رفتم، سمت راستم رو 6 سانت میرم. شما میتونید همو 5 سانت بالاتر برید. این دیگه سلیقه‌ایه. من این رو 6 سانت بالا میرم از سمت راست و 5 سانت هم از سمت چپم بالا میرم. و حالا از این قسمت بالا خطی که کشیدیم از انتهاش 1 سانت به سمت راست میرم و 1 سانت هم به سمت بالا میرم. و دیگه من اینجا خط نمیکشم چون میخوام بست کنم، این مقدار خیلی دید قشنگی نداره. و من میام از اون 1 سانتی که رفتم بالا به این گوشه یقم وصل میکنم. ببینید به این پایین با رنگ دیگه من میکشم که متوجه بشید و براتون واضح تر باشه. ببینید به اون گوشه وصل میکنم. این هم 5 سانت بود دیگه. خب حالا من میام این گوشه بالا رو، اون قسمت بالا رو، اون زاویه‌ای که ما رفتیم 1 سانت بالا و به اون گوشه وصل کردیم و این بالا، دوباره با خطکش پیستوله وصلش میکنم به سمت چپ. این خطکش رو انقدر طور قرار بدید که این دوتا قسمت قرار بگیرن روی خطکش و یه انحنایی ما اینجا میکشیم و این میشه قسمت بالای یقه ما. به همین راحتی شما یه دونه یقه مردونه خیلی خوشگل کشیدید که برای پیراهنهاتون میتونید ازش استفاده بکنید. و من دور تا دور یقه رو حالا برش میزنم و بهتون نشون میدم که کدوم ها رو ما استفاده میکنیم. به این صورت با لایک و سابسکرایب از کانالم حمایت بکنید که ایشالا توی پست های بعدی، ویدیوهای بعدی براتون که آموزش های جذاب تری دارم و دوخت یقه مردونه پای جدا رو هم حتما آموزش میدم. مرسی از اینی که همراه هم بودید، ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. نظرات رو توی کامنت ها به هم بگین. اگه موافق دوخت یقه مردونه هستید آموزشش رو براتون بذارم، توی کامنت ها برام کامنت بذارید و حتما میخونم و جوابش رو بهتون میدم. دوستتون دارم تا آموزش بعد. خدا نگهدار.